یه نکته هم بگم راجع به ترامپ. ترامپ رئیس جمهور شد، رأی کالج الکترالش بیشتر بود اما رأی مردمش بود کمتر بود. یعنی هیلاری کلینتون در مجموع آرا 3 میلیون بیشتر رأی داشت. اما این سیستم تخیلی انتخابات آمریکاست دیگه، یعنی شما میتونید تعداد رأی کمتری داشته باشید اما یه جای رئیس جمهور بشید. شما هم دیدید که چه موج عجیب غریبی در مورد این پیش بینی که بنده کردم ترامپ هیلاری کلینتون رئیس جمهور بشه تو شبکه‌های اجتماعی راه انداختن و عنوانش هم تمسخر بود. ریشش کجاست اینو بگم مهمه، نه برای خودما خدا گواهه، برای اینکه بدونید داستان چیه. ببینید عزیزان، اولا اینکه بحث عمومه، شاید 90-95% تحلیلگرای سیاسی میگفتن کی رای میاره؟ هیلاری کلینتون. حجم انتخاباتی رو میدن، نظر سنجی ها رو میدیدن، خب میشه اون دیگه. و از قدیم هم من میگفتم، گفتن رئیس جمهور بعدشون یه زنه. اصلا اون موقع اصلا هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری هم چه نبود. همین که اومد کاندید ریاست جمهوری شد تا نفر بالا هم اومد و بیشترین رأی آورد، نشون میده همین درسته. خب به خاطر چی؟ برای اینکه اونا بعد از یک سیاه‌پوست نیاز به یک زن داشتن برای تلطیف رفتارهای جنگجویانه آمریکا در دنیا. شما برید ببینید تو گزارش وینوگراد یک بندش به این پرداخته، یک بخشش که ما باید سخنگو و کسی که اخبار جنگ رو ارائه میده یک زن قرار بدیم چون اثر رسانه‌ای کمتری داره. تو جنگ فکر کنم 22 روزه بود که تیزی پیلیونی وزیر امور خارجه زنشون میاد اخبار جنگ رو میگفت. ببین تا کجا اینو توجه میکنه. بنابراین یک کسی اومد سر کار اوباما، اگه خاطر باشه سخنرانی سال 88 بود که بود اونجا میگم، گفتم سیاه پوست اسم اسلامی داره، اوباماش به جنوب شرق آسیا میخوره، یه تنه چیه اینترنشناله، یه خاطرتون باشه دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی کرد اونجا. نکته سر چی بود؟ این که اومد، جالبه، دومین سفرش به مصر بود اوباما، رفت تو دانشگاه قاهره سخنرانی با یه آیه قرآن سخنرانیش شروع کرد. وقتی این آیه قرآن رو خوند یه نفر از اون بالا داد زد I love you، داد به اوباما، اصلا این سالون چه، اینم گفت I love you too، منم تو رو دوستت دارم. این ورق رو برگردوند. یا بعضی میگفتن باراک از برکه و برکت میاد، این برکت میاره بر مسلمان ها، اصلا یک وضعی شد. بعد از اون باید یک زن میبود و شما میدید تو سریال هاشون زن و رئیس جمهور نشون میدادن که نمیدونی این سریال میسازن، این سریال ها محقق میشه، خیلی جالب. همین بحث هسته ای ما رو شما دیدید دیگه، تا تعداد سانتریفیوژا توی چیزا بود، تو سریالشون بود. چند سال؟ 6 سال 7 سال شدن بیشتر، 2006 بود دیگه، بیشتر دیگه، بله، قبل از گفتگوها. Spokesman just confirmed that Presidents Taylor and Hassan will be holding a joint press conference later this hour. It is widely expected that President a historic success and a new beginning for his country. And Mr. President, let's move on to the issue of marriage. It's helping to tackle the truth is, we are not the ones being so generous. President Taylor is lifting economic sanctions and offering an aid package worth billions of dollars. You got everything you wanted. این چقدر عجیبه این. حالا نکتهش سر چیه؟ این آماده سازی زه. ترامپ رای نیاورد به دلایل، رای آورد به دلایلی. یک، چرا تو نظرسنجا اینطور نشون میده؟ اولا که نظرسنجا میگفت به کی رای بیشتر میدی؟ به هیلاری کلینتون. و دقیقاً هیلاری کلینتون رای بیشتری هم چیه؟ آورد. یک بخشی از نظرسنجی ها نظر پنهان کردن بود. به خاطر اینکه ترامپ مساوی شد با حماقت، با چیپ بودن. به ترامپ رای میدی؟ نماد با کلاسی نبود. برای همین بعضیا تو نظر سنجی رأیشون چیکار می‌کردن؟ پنهان می‌کردن. اما وقت سر صندوق خودشون بودن و خداشون. اونجا رأیشون می‌نوشتن. شما این حجمه عظیمی که رسانه صهیونیستی به نفع کی اومدن؟ هیلاری کلینتون و علیه ترامپ. فقط فاکس نیوز داشت ترامپ عملا. فاکس نیوز هم دقیقاً رسانه کیاست؟ اوانجلیستا. گلنبک تو فاکس نیوزه. جوئل ریچاردسون تو فاکس نیوزه. روزنبرگ رو دعوت می‌کنه. اینا اونجا خوب دقت کن. اینا اومد یه حرفای زد که قشر مستضعف آمریکا رو دوباره جذب بکنه. میدونی که رأی روستایی ها بیشترشون به ترامپ بوده و ایونجلیست. چه حرفهایی برای اینا زدی آقای ترامپ؟ چه قولهایی دادی؟ این میشه اونجا که ما علیه ترامپی تازه شروع کرده ماجرا رو، با چی مواجهی؟ یک سری قوانین و قول داده برای اینا تصویب کنه، یک سری وعده ها به اینها داده، یک سری مباحث همجنسگرایی رو جلوشو بگیره. یکی دیگه از این وعده ها این بوده که گفتگوهای هسته‌ای رو جلوشو بگیره و برجام چیکار کنه؟ پارش کنه بنظر. برای چی؟ به خاطر اینکه گفتگوها از نظر این ایونجلیستا تو مخشون اینو امثال جان هگی اینجوری چیزا چپوندن. الان سواد جنگی رو براتون میارم.
اون چی گفتن؟ گفتن که این باعث میشه که پولا برگرده ایران و ایران بتونه برنامه اتمیش هم از کار نیفتاده، ایران بتونه بمب اتم بسازه و اسرائیل رو میخواد نابود کنه. از چپ ترین چپ شرق تا راست ترین راست مشرق، درست شد؟ روزنامه و سایت گفتن پیش بینیاشون این بود که چیه؟ کلینتونن. اصلا روزنامه خبر جنوب که مال معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همین دولته چاپ کرد که کلینتون پیروز شد. خب اون که قطعیه بدن روزنامه شب چاپ میکنن که صبح بفرستن بر دکه ها دیگه. بعد شرق هم که اصلا زده بود عکس کلینتون جلو و پشت سرش اوباما و ترامپ همینجوری ناراحت. خب کسی با اونا کار نداشه. چرا اینجا اومد؟ به خاطر اینکه ما چند تا پیش بینی که انجام داده بودیم که اونا پیش بینی نه پیشگویی پناه بر خود. پیش بینی درست سر اومد. این یک نگرانی به وجود اومده تو جناح اون مخالف انقلاب. اینا که این حرفاش اینجوری تا الان درست، این باید یه جا شیکون بشه. بهترین فرصت هم چیه؟ همین بود.